عزیز، درود بر شما آقای بلدی عزیزم. امروز بله امروز شنبه به وقت البته شنبه 29 خرداد 1400 و در واقع یک روز بعد از اینه که رژیم یا حکومت اسلامی اعلام کرد که به اصطلاح نمایشش تموم شده و آمار ارقامی داد، برابر است با 19 ژوئن یا جون 2021. برنامه رو آغاز میکنیم با گزارش آقای بلدی عزیزم در رابطه با نه بزرگ در هامبورگ و اتفاقاتی که در این زمینه افتاد. بفرمایید آقای بلدی. با درودی دوباره به خدمت شما و به همچنین بینندگان عزیز شما. از بودو شما همینطوری که همه در جریان هستیم و اطلاع داریم، این بار در واقع انتخابات، یعنی انتخابات فرمایشی و در واقع انتصاباتی که برگزار شد با دفعات قبل کاملا تفاوت داشت و این بار مبارزه بین به اصطلاح این کاندیداهای ریاست جمهوری نبود، بلکه البته قبلا هم به همین شکل بود، مبارزه مردم بود، ولی این بار مبارزه ای بود که اکثریت عظیم مردم ایران در یک سو قرار داشتن و جمهوری اسلامی در سوی دیگر، و مردم مصمم بودن به دلیل اینکه قولهایی که داده شده بود عمل نشده بود، به دلیل این ستمهایی که در این سالیان اخیر شده بود، ویژه در 4 سال گذشته ما شاهد کشتار جوانان میهنمان در سال 97 و 98 بودیم و همچنین کشتار دردناک مسافرین هواپیمایی که عازم اوکراین بود و کلن ستمهایی که بر مردم در این سالها روا شده بود، مشکلات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، گرانی روزافزون، بیکاری فراوان و کلی مشکلات که در جامعه ما وجود داشت، مردم مصمم بودند که این بار رأی ندن و بدیهی بود که خارج از کشور هم باید همسو می شدن مردم با این حرکتی که در داخل وجود داره. و ما در شهر هامبورگ دیروز متشکل از چندین جریان و سازمان سیاسی و حزب سیاسی برنامه‌ای رو در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی برگزار کردیم. اون چیزی که بسیار بسیار مشخص بود این که در 4 سال قبل که ما رفته بودیم و اعتراض کنیم به این انتخاب فرمایشی، تعداد کسانی که آمده بودن و رأی بدن به مراتب بیشتر از ما بودن، یعنی صف طولانی کشیده بودن، در نوبت بودن که رأی خودشون رو به صندوق بندازن. ولی دیروز ما شاهد بودیم چیزی حدود 10% 4 سال پیش آمده بودن برای رأی گیری و تعداد کسانی که به اعتراض آمده بودن به این انتخابات فرمایشی به مراتب بیشتر از سالهای گذشته بود. اما نکاتی وجود داره که در دیروز بود و متاسفانه باز هم وجود داشته، این هست که عده‌ای از جوانان ما، درست جوانان ما واقعیت اینه که حقوقشان پایمال شده، جوانان ما بیکارن، جوانان ما تحت ظلم و ستم بودن، تحت تبعیض بودن، ولی متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که در ایران وجود داره فاقد هر گونه سازماندهی، تشکل و انسجامی هستند و کلن به اون شکل تشکل پذیر نیستن. و دیروزم که آمده بودن در اونجا شیوه های مناسبی به کار نمی بردن، یعنی در واقع مبارزه رو تنزل داده بودن به فحاشی و حتاکی و به کار بردن ناسزاهای بسیار بسیار رکیک که هرچند که به هر حال با عکس العمل ما مواجه شدن، ولی متاسفانه جوانان بودن، هیجان زده بودن، خیلی پرشور بودن، خیلی آسی بودن و ساکت کردن اینها بسیار بسیار مشکل بود. ولی به هر حال ما برنامه های خودمون رو پیش بردیم و در مجموع برنامه موفقی بود و تعداد کثیری از مردم، از جوان، میانسال و به ویژه زنان حضور چشمگیری داشتن و یک نه بزرگی بود در واقع به جمهوری اسلامی ایران. این انتصاب با انتصابهای قبلی متفاوت بود، هرچند که اینها سر و ته یک کرواسن و
هیچ تفاوتی با هم ندارن، ولی به هر حال در میان اینها هم باز کسانی هستن که به مراتب خونریزتر و بی‌رحم‌تر از دیگران هستن. به ویژه اینایی که شاگرد مدرسه حقانی بودن، اینها به مراتب خونریزتر از بقیه آخوندها و زعمای قوم هستن. بلان هم با آمدن رئیسی مسلماً این خونریزی ها و این تبعیض ها و این سرکوب ها به مراتب بیشتر خواهد شد. دیروز با جمع کثیری که در شهر هامبورگ گرد آمده بودیم، نسبتاً میشه گفت موفق بود و اگر هتاکی ها و به اصطلاح ناسزاهای این نیروی جوان نبود، برامون بسیار خوب و بسیار عالی و منطقی پیش می‌رفت. البته واقعیت اینه که این جوان ها از کردم خدمتان بسیار آسی هستن، بسیار مورد تبعیض و مورد ستم قرار گرفتن و اینه که حالت پرخاشی داشتن، در حالی که ما میبینیم کسانی که میرن رأی میدن واقعا نه همه اونها، بعضی از اونها واقعیت اینه که از روی خواسته نمیرن، این مکنونات قلبیشان نیست، بلکه به دلایل شرایطی که دارن، حالا یا اقتصادی هست یا سیاسی هست، ناچارن برن رأی بدن، که در ایران خود من هم به همین شکل هست. اگر پرسشی دیگه باشه من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از شما. با پوزش، آیا امکانی نبود که مثلا در برابر این حرکات واکنشی نشون داده بشه؟ چون نمیدونم تا جایی که اطلاع داری، به هر حال مثلا یه قطعه فیلمی نشون داده شد، مال بیه بنگام بود، درگیری که در جای اتفاق افتاد، چون قبلا هم از اونجایی که قبلا هم صحبت کردیم، خود رژیم هم گاهی دامن میزنه به این مسائل. نمیشه گفت که همیشه این جریانه، همیشه به قول معروف اوان انصار رژیم هم مطلقا چنین نیست. همونطور که شما هم اشاره کردی، بسیاری جوان ها آسی هستن، خیلی ها به تنگ اومده هستن، بعضی ها در پی پناهندگی گرفتن هستن، مایل هستن چون مدرکی ارائه بدن، اما اون چیزی که مسلمه حکومت رو این مسائل مانور میده و تاثیر خوبی نمیگذاره. برای چون حرکت به این زیبایی، حرکت جهانی، یعنی تمام کشورهای جهان که در اونها کنسولگری و سفارت وجود داشت، این اعتراضات برگزار شد و رژیم همش داره روی این مسئله، بی بی سی هم البته خیلی نقش داره توی این مسئله، کمک میکنه به این ماجرا، یعنی انگار هر کسی مثلا رفته رأی داده به هر حال مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همه جا به هر حال افتادن به جون افرادی که میرن رأی میدن. آیا امکان این وجود نداشت که این رو بشه مثلا با انتظامات به شکل چیزتر یا حتی بحث‌های مفصل‌تر در این رابطه که جدی‌تر با این مسئله برخورد بشه، مسئله برقراری نظم؟ ببینید، ما تجربه سال 96 و 98 داشتیم و می‌دونستیم که احتمالاً با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد. ما 12 تا نیروی انتظامات داشتیم که 6 تاش از خانم‌ها بودن و 6 تاش هم از مردها بودن. ما گذاشته بودیم با بازوبند، حتی با لباس کاملا مشخصی که نشان میداد اینا نیروی انتظامی هستن، ولی متاسفانه هرچی ما با اینها صحبت میکردیم، اینها گوش به حرف ما نمیدادن و همچنان در حال پرخاش و فحاشی و حتی کی بودن. هرچند چند بارم میخواستن حمله کنن که با ممانعت پلیس برخورد کردن. البته پلیس هم واقعیت اینه که دیروز چندان خشن برخورد نکرد، بلکه سعی میکرد و تلاش میکرد که هر جوری شده تشنجی به وجود نیاد. چندین بار جوانان میخواستن حمله کنن به کسانی که میان رأی میدن که پلیس مانع شد. ولی عرض کردم خدمت شما، ما تقریبا 5 تا 6 تا سخنران بودیم که یکیش هم خود من بودم و یکیش هم کسی بود که 14 تا از اعضای خانوادش اعدام شده بودن، از شهر دیگه آمده بود، از شهر هانوفر هم 3 تا ماشین آمده بودن، با 3 تا اتومبیل آمده بودن، ولی متاسفانه صداهای ما گم می شد. ما کاملا منضبط بودیم، ما کاملا اون برنامه‌هایی رو که پیشبینی کرده بودیم، برنامه‌ریزی کرده بودیم، کاملا اونها رو اجرا کردیم. ولی این جوان‌ها مخصوصا، ما گفته بودیم کسی همراه خودش عکس نیاره، ولی اینها عکس آورده بودن و ما هیچ مانع می‌شدیم که عکس‌ها رو برداری، چون در اینجا عکسی وجود نداره که خیلی با حالت
پرخاش با ما برخورد میکردن. و حتی آقایی بود در اونجا که پرچم اسرائیل آورده بود. من رفتم باش صحبت کردم و گفتم دوست عزیز، این پرچم شما چرا آوردی؟ گفت من دوست دارم، من طرفدار اسرائیلی ها هستم. گفتم ببین عزیز من، ما مخالف مردم اسرائیل نیستیم، ولی شما طرفدار آقای نتانیاهو هستیم. گفت هر کس که با جمهوری اسلامی دشمن باشه ما با اون موافقیم. متاسفانه استدلالی ندارن این جوان ها، مطالعات تاریخ معاصر ندارن از آنچنان آگاهی. البته بعضی هستن که واقعا اداره اطلاعات عمیقی هستن که اونا برای با ما همکاری میکردن و خیلی هم آرام و خیلی ساکت بودن و در برنامه های ما کاملا شرکت فعال داشتن. اما این عده متاسفانه هست کردم، نه تشکلی دارن نه انسجامی دارن. و جالب اینجا هم هست که فقط در این همچین شرایطی میان و بسیار سر و صدا را میندازن، در بقیه جاها مرگونه مراسمی چیزی که باشه اصلا حضور ندارن. متاسفانه نتونستیم، خیلی تلاش کردیم، خیلی تلاش کردیم که مانع از این رفتار بشیم. متاسفانه با یک حالتهای حتاکی و فحشای بسیار بسیار ناسزا. هرچی میگفتیم عزیز من، آخه در هیچ مکتب سیاسی فحاشی وجود نداره. خواهر مادر مردم ربطی به کسی که رای میده نداره. ولی باور حرف ما را قبول نداشتن. و البته 15 20 نفر هم بیشتر نبودن، ولی این 15 20 نفر به هر حال اگر ما دو حال خارج نبود، یا باید به پلیس میگفتیم که جمهوری اسلامی خوشحال میشد، اگرم نمیگفتیم خب با حرفای ما ساکت نمیشدن. ناچار شدیم ما پذیرفتیم و در اونجا ماندیم. البته ما چیز خودمان جدا کردیم، ما به اصطلاح یک فاصله ای رو برقرار کردیم با اونها، ولی به قدری اونها سر و صدا میکردن که صدای صحبت های ما به گوش کسی نمیرسید. این مشکل ما بود.